خدا نگهدار شما. خسته نباشین واقعا. خب تصاویری رو ببینیم از فعالیت‌های هموطنانمون در نروژ طی سفر ظریف به این کشور، و بعد از اون به من اطلاع میدن که آقای اصغر ادیبی ملی پوش فوتبال ایران و از اعضای شورای ملی مقاومت ایران رو همراه خودمون داریم. پس تصاویر رو ببینیم، بعد در خدمت آقای ادیبی خواهیم بود. زنده باد، زنده باد زنان مقاومت، زنده باد مجاهدین خلق، زنده باد مجاهدین. باد ظریف برو گم شو، بمیر بمیر زنای مقاومت رو بارو بدین، بمیر هیچ جوری باید زنان پولیس نوازه درود بر شما، درود بر همه ایرانی ها. خب خیلی به یاد مونده بود این تصاویر، تصاویر رویارویی هموطنانمون با نماینده فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. همچنان که گفتم
الان آقای اصغر ادیبی ملی پوش فوتبال ایران در دهه 50 و از اعضای شورای ملی مقاومت ایران رو همراه خودمون داریم. آقای ادیبی در تظاهراتی که هموطنانمون در پاریس داشتند روز جمعه حضور داشتن و سخنرانی هم کردند. آقای ادیبی سلام میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید، خواهش میکنم بفرمایید. منم سلام میکنم به شما و آقای جاهدی و سلام به شما، توضیحات بسیار مفصلی که دادید ازتون عذر میخوام، ولی اگه میخوام منم با توجه به اینکه روز تظاهرات پاریس من بودم یه چند کلمه خدمت رو عرض کنم. نکته اول، من واقعا انرژی که از هموطنان عزیزم مخصوصا بعد از گرد همایی آلبانی و تماسی که با رزمندگان آزادی که برای اولین بار میسر شده بود که در کنار هم باشیم هموطنانمون پیدا کردن، اینو ما به خوبی توی حرکات اعتراضی که اینجا نسبت به سفر جواد ظریف جنایتکار پیش اومد شاهد بودیم. ما دیدیم که تمام اقشار این مقاومت، واقعا من زمان جوانیم همیشه برام یک آرزو بود که یک هنرمندی مثلا مثل ملینا مرکوری یا دراکیس در کنار مردم برای آزادی میهنشون می‌جنگه. دیدن صحنه‌هایی که خانم گیسو شاکری هنرمند ارزنده این مقاومت و ایستادگیش در مقابل پلیسی که واقعا من نمی‌دونم به چه جرم اومده بود اینا رو گرفته بود، اون خاطره ها رو به نحو دیگری نشون داد که مردم ایران به یمن مقاومت و به یمن رزمندگان ارتش آزادی تصمیم گرفتن و این راه رو تا به آخر خواهند رفت. اینو من به خوبی توی هم توی پاریس و هم توی سایر چیزا شاهد بودم. نکته دومی که برای من به عنوان یه عضو کوچیک این مقاومت باعث افتخاره، ما حدود از 40 سال قبل گفتیم که تمامی اعضای این رژیم جنایتکارن، فرقی نمی کنه. امروز کسی که خودش ادعا کرده که پروفسور حقوق بشره میاد توی کشور اروپایی کلمه آدمخواری از دهنش به در میاد، من فکر میکنم این اولین حقوق پروفسور حقوق بشریه که این کلمه رو به زبون آورده و نشون میده که ماهیت واقعی اینا چجوری. یعنی مثلا شاید تو شرایط عادی وقتی که اینا سعی میکنن لفظ قلم صحبت بکنن و خلاصه ماهیت خودشون رو پیدا بپوشونن زیاد بارز نباشه، ولی وقتی عصبانی میشن و وقتی که این مقاومت جانانه رو همه جا میبینن اونجاست که انان اختیار از چرخ میدن و ماهیت واقعی خودشون رو نشون میدن. این کلمه از زبان یه همچین آدم بیرون اومدن به خوبی نشون میده که مقاومت ایران شناخت بسیار بسیار درستی از روز اول در مورد تمامی جناهای این رژیم داشته و همه اینا یک مش جنایتکارن که امروز مشغول چپاول مردم ایران هستن و مسئول بدبختی هستن. نکته هم که من میخواستم راجع به مسئله سفر ظریف و رفتنش به این جمع جی هفت بیان بکنم، اولا این بی سابقه است که یک وزیر امور خارجه بیاد و به تصدیق اکثر کشورها کسی اینو دعوت نکرده باشه و خودش اومده باشه اینا به روشنی بیان کرد و نقش بسیار بسیار ذلیلانه ای که دولت فرانسه امروز داره انجام میده. برای که ظریف صحبتاش با اینا دو روز قبل تموم شده بود و کاملا مشخصه که با اینا هماهنگ کرده برای که مونده و بعد اومده و البته آقای ترامپ بسیار بسیار منطقی و درست حضور اینو گفتش که در حقیقت برای چی اومد و چی کار میخواد بکنه و این دولت ها باید بدونن که اینا به نتیجه نخواهد رسید و چگونه ممکنه کسی که کارمند زیر دستش الان توی یکی از دادگاه‌های خود کشورهای اروپایی و در کشور بلژیک در انتظار محاکمه است اینو رئیسش رو اینجا کسی دعوت بکنه و بخواد باش مذاکره بکنه؟ این واقعا بی‌سابقه است. ولی همونطور که طی این سال‌ها نشون داده شده هر چقدر در مقابل این رژیم از این قبیل امتیازات بهش دادن اینا جریتر شدن و جنایت های خودشون رو افزایش دادن و از اون ور در چپاول مردم ایران
دستشون بازتر شده. اینا باید بدونن که این از خاطر مردم ایران نخواهد رفت و مقاومت ایران هم هیچ موقع چنین چیزایی رو به رسمیت نمیشناسه و مطمئن باشن که اینا راه به جایی نخواهد برد، همینطور که در مورد این 40 سال نبوده. ما تجربه دولت آقای اوباما داریم، تجربه جان کری رو داریم و این باید درس عبرتی باشه برای دولت فرانسه. یه مسئله معروفی هستش توی زبان فارسی که میگن کوری اساکش کوری دگر شد. الان دولت آقای مکرون با گرفتاریه که داره، با همین ژیر زرده که از هفته آینده احتمالاً با شروع میکنن بعد از تعطیلات تابستانی، در بنبستایی که قرار میده فکر میکنه با یه همچین چیزایی میتونه یه مقدار ویچه برای خودش به دست بیاره. این چیزی که به ضرر خودش تمام خواهد شد و در دراز مدت نتایج برعکس خواهد داد و نه تنها دردی از دردهای آقای مکرون بر طرف نخواهد کرد، بلکه اضافه هم خواهد کرد و این هم در تاریخ باقی خواهد بود که شما کسی اینجا پذیرفتید و واسطه کسی شدید برای اینکه دیگران هم بفریده، که خودش به زبون خودش میاد میگه آدم ها رو باید خورد، حتی کلمه کشتن هم به کار نمیبره کلمه خوردن. با توجه به اینکه من میدونم که بسیار از هموطنان در انتظار بیشتر صحبت کردن هستن، من صحبت هم قطع میکنم و در حقیقت درود میفرستم. من شاهد بودم مدت دو روز که اتفاقا این دو روز هم هوای پاریس برخلاف هفته گذشته بسیار بسیار گرم شد. هموطنان ما با چه شور و اشتیاقی در دو روز متوالی حاضر شدن، اونم در زمانی که در حقیقت الان تعطیلات تابستانی کشورهای اروپایی و اینجا حق جواد ظریف جنایتکار رو کف دستش گذاشتن و به همه مردم فرانسه و به تمام مطبوعات نشون دادن که این نه تنها وزیر خارجه نیست که از طرف مردم ایران میاد، بلکه این قاتل مردم ایرانه و این کسیه که با این خنده های واقعا مشمئز کنندش و وضعیت هم که در داخل ایران داره، شما مطمئن باشید که این فکر میکنه که با این کارا میتونه برجامی که در حقیقت چیزی ازش باقی نمونده رو نجات بده و از فشار داخلی نجات پیدا کنه. ولی من به شخص فکر میکنم که این آخرین سفر جواد ظریف باشه و تضادهایی که در داخل ایران در قالب کانونهای شورشی، در قالب قیامهای کارگران و زحمتکشان ایران، در قالب معلمان ایران، اینها چنان گریبان ایران خواهد گرفت که من پیروزی رو خیلی نزدیک میبینم. موفق باشید. درود بر شما آقای ادیبی، خیلی ممنون از شما. انشالله که شما هم در تلاش ها و فعالیت هاتون و در رزم و نبردتون موفق و پیروز باشید. خب به من اطلاع میدن که هموطن دیگه ای رو همراه خودمون داریم، آقای نصرالله مرندی از سوئد رو. نصرالله خودش در صحنه های رزم و رویارویی هموطنانمون با سفر ظریف و هیئتش به استکهلم در صحنه حضور داشتن و حتما گفتنی های زیادی دارن و فرصت است که بشنویم از نصرالله. سلام میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدیم و ما منتظر هستیم که بشنویم صحبت های شما رو. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت مهمان عزیزتون و خدمت تمام شنوندگان و بینندگانتون و به طور خاص سلام نصرالله. صدای منو دارین؟ بله بله بفرمایید. خدمت تمام اشرف سه که در واقع هر چیزی که اگر در هر جایی هست، کانون مقاومت از اونجا جوشش میگیره، از اونجا سرچشمه میگیره و اون عامل نیرودهنده تک تک ماست. در رابطه با این نکته که اشاره کردیم، قبل از وارد شدن به این اگه اجازه بدین یادی کنیم، چون که الان ایام قتل عامه، یاد قتل عام شدگان سال 1367 که دقیقاً در همین دوران ها بود، همین زمان ها بود. من چون که خودم این دو روز به عنوان وظیفه خودم و یه عنصر کوچیکی از این همت و غرور مبارزاتی میهنی و وظیفه تک تک خودمون میدونستیم که حضور پیدا کردیم، این بود که یاد شهید کنم سعید غفارنژاد 24 مرداد ماه بود که آخرین ملاقات من او توی در یک اتاقی در یکی از سلول‌های گوهردشت بودیم.
گفت اینا شاید ما رو امروز اعدام کنن، کسی نمونه، ولی فریاد ما جهان را خواهد گرفت. و 25 مرداد جاودانه شد به شهدای قتل 67 پیوست. دقیقا باور کنید این فریاد و خروشی که شما در تک تک این بچه ها اون روزها میدیدین، در عرض حداقل این دو روزی که در استکهلم بود، چیزی بوده که وحدتشون، یک پارچگیشون ضریب خورده بود و دشمن ما که اون خمینی هست و به لرزه در آورده بود، که نمونه واضحش جیغ بنفش زر که ماهیت خودش رو ریخت بیرون. و صحنه خیلی جالب بود، هم غرورآمیز بود، هم همه از هم انرژی میگرفتن. چیزی که من خودم از این صحنه درس گرفتم، یک فاز و جدید مدار جدیدی از مبارزات، وظیفه‌ای که به دوش ما بود که ما رو یه گام بالا برد. اینکه دیگه همون جوری هم که پیام برادر مسعود گفته بود، باید کهکشانمون در اروپا امسال همه شهرها باشه، این بعد از کهکشان بزرگ اشرف سه در واقع مدار جدید و قطعاً دیالکتیکی به وجود آورده بود. و از این به بعد هم اولین پیامش به رژیم خمینی، به جنایتکارانش، به این دلقه که به اصطلاح وزارت امور خارجه‌اش ظریف و تمام مزدورانی که تا به حال آزادانه سعی می‌کردند مالکشی کنن، لابیگری کنن، بیان این جنایت رژیم رو برای چند سباهی موندنش و جنایت بیشترش بقا بدن، دیگه کور خوندن. دیگه با ما که دیگه اون کانونهای شورشی با تمام شرایط سختی که در ایران هستن دارن مقاومت میکنن. این برای فکر میکنم از جمله خود من احساس وظیفه میکنم که باید حضور داشته باشیم. صحنه ها رو بچه ها زیاد گفتن تو جاهای مختلف، ولی واقعیتش باور کنین لحظه ای شکاف پیش نمی اومد. اگر یکی رو می گرفتن 10 نفر اضافه می شد، اگر یکی رو پرت می کردن همزمان 10 نفر صدای اون می شدن. شما اگر در صحنه ها دقت بکنین، بچه ها واقعا تا 2-3 روز بعدش هر کسی رو ما می دیدیم حتی صداش نمی تونست در بیاد، یعنی از لحاظ اون خشم و فریادی که کشیده بود به این دشخیم و تمام بساط مماشاتگران و بالاتر از همه خود دجال ولایت فقیه رژیم رو به لرزه در آورد. به این خاطر من در واقع اینو به عنوان یک افتخار برای خودم میتونم تونستم سهم کوچیکی داشته باشم تو این حضور و در صحنه هایی که میتونستیم فریاد اون شهدای قتل عام باشیم، فریاد حامی کانونای شورشی باشیم، که همه این نیروهای ما، انرژی های ما توانش هست، توانی که حتی شاید ما خودمون باور نداشتیم که میتونیم. اینا ضریب خورد و تونست یک فاز جدید، یک دوران جدید، و قبل از هر کسی هم رژیم خمینی خوب گرفته، دیگه اروپا نمیتونه بیاد، باید جارو بشه. همون جارویی که یک روزی وسیله مردم ایران و مقاومت و ارتش آزادی و اشرف سه و تمام کسایی که فکر و دل و جونشون مردم ایرانه به اون سمت میره. این مختصری از نکاتی بود. حالا اگر به صحنه ها بخواید اشاره کنیم، صحنه ها رو داریم میبینین. به هیچ وجه بچه‌ها کوتاه نمی اومدن. به هیچ وجه حاضر نبودن لحظه شعارشون علیه دیکتاتوری قطع بشه. و همین عاملی بوده که تمام سیستمشون به طور جدی به هم ریخته بود. اینجوری نبود که نخوان. آره بچه‌های ما بعضیا زخمی هم شدن، بعضیا حتی ضرب خوردن، تو صحنه کاملا اوریانه، ولی صحنه نهایتا اونها باید عقب نشینی میکردن که با اون در واقع رسوایی مجبور شد این کشور رو ترک کنه. من در خدمتتونم. اگر احسن درود بر شما، ندارم بهتون زیاد نمیگیرم. مسئول عزیز خیلی ممنون، میدونم که کوتاه کردی با توجه به در واقع رعایت کردی محدودیت زمان ما رو. انشالله فرصت باشه مفصل‌تر نشست پای صحبت‌های شما. و چه خوب نقل قولی کردی از اون شهیدی که متأسفانه من فرصت نکردم بنویسم اسمشو، سعید غفارنژاد زنده کردی واقعا. من جملهش این آقای رفیع گفت اگرچه امروز اینا ما رو ببرن، همینطوری که یعنی من برای اینکه اسم اون شهید آوردین کامل‌تر بگم، خواستم مختصر رد بشم. گفت مگر امام حسین رو نکشتن؟ ولی چند روز بعد دودمان معاویه و یزید و همه رو از بین بردن. امروز هم اگر ما رو بکشن، به زودی فریاد آزادی خواهی ما، دادخواهی ما همه جهان رو خواهد گرفت.
باور کنید بدون اقرار اون لحظه‌ای که بچه‌ها، من خودم چون که در اون دوران قتل عام‌ها در زندان بودم، یاد خیلی اونا میافتن و یه احساس شوق و شعور و شعفی که هیچ چیزی نمیتونست به آدم انرژی بده. یادتون باور کنید تو این صحنه‌هایی که فقط مرگ بر ظریف بود، مرگ بر رژیم خمینی بود، چون که این تنها میدیدیم نباید این منافع مردم ایران از حلقوم اینا بره، یاد اون حملات وحشیانه ای که به اشرف میکردن، 6 و 7 مرداد، 19 فروردین و غیره و غیره. درسته که نمیخوام اصلا مقایسه بکنیم، ولی یه چیزی درونش بود، گره خوردن تک تک این انرژی تمام این بچه‌هایی که نیومدن در این اروپا بگردن و بخورن و نه اینا وزیر اینا به هر اجباری در یک مهاجرتی اومدن، ولی دردشون دلشون هر کسی در حد توان خودش و پشتوان مقاومت، پشتوان مردم ایران و برای این سرنگونی. با تشکر از این فرصتی که به من دادید. احسن، درود بر شما. بله درود بر شما برادر نصرالله، واقعا خیلی زیبا صحبت کردی، به خصوص همین جمله‌ای که گفتی که به نظر من جمله تاریخیه از قول یک شهید که ما نشینده بودیم راستش تا حالا. نمیدونم آیا چنین جملاتی رو باز هم گفته شده یا نه، واقعا این جملات باید ثبت بشه و تک تک کلماتش، تک تک حرفاش در همه ماها انگیزش ایجاد میکنه و ما رو برمی‌انگیزه برای قیام جدیتر، کاملتر به مسئولیتامون و اون چیزی که تا حالا تحقق پیدا نکرده یا کم تحقق پیدا کرده، اون چیزی که اون برادر شهیدمون گفته واقعا باید تحقق پیدا کنه و حتما که اینجور خواهد شد. ولی چه خوب اگر که ما همه همینجور که در این صحنه ها محقق کردیم بتونیم به وظایفمون قیام بکنیم، برای اینکه بتونیم اون حرف رو که از اون نهتوی وجدان مجاهدی اون مجاهد برمی آمد محقق کنیم. تردید در حقانیت اون حرف نیست به نظر من، یعنی یک ذره تردید درش نیست، حرف حق، مثل همون مثالی که زده امام حسین. بنابراین دیگه اینجا بعدش دیگه اونا که رفتند، ما ها باید تک تکمون به وظایفمون قیام بکنیم. برای این درود بر شما و بر همه هموطنان عزیز، یاران مقاومت و اشرف نشان ها که در این صحنه ها به همین وظیفه قیام کردید. واقعا خیلی همجوری خودت گفتی باعث افتخار و غرور و خیلی ارزشمنده واقعا و ستایش انگیز. دست شما در نکنه واقعا و انشالله که همین رزم رو همجوری گفتی دست در دست همدیگه با همدیگه پیش خواهیم برد تا پایان، تا روز آزادی مردم ایران و روز به گور سپرده شدن جانیان حاکم بر میهنمون. درود بر شما. فرصت رو به من دادید. خواهش میکنم. درود بر شما نصرالله عزیز. خدا نگهدار. قربان شما، خدا نگهدار و موفق باشید.